خیلی خوب، زخم کار یه انتقام اپیزود ششم، سریال درخشان و محبوب این روزهای شبکه وامانده نمایش خارجی که نقل بحث ها و گفتگوها در تمامی محافل موجود در جامعه است. اپیزود با حرکت ما فوق اغواگرانه شریف نیا آغاز میشه و این دقیقاً همون چیزیه که آدم وقتی زخم کاری میبینه دوست داره باهاش مواجه شه. رژ سرخ، اینا به دهن و اون پیچش مورجاست. واو، من اگر جای مالک بودم 100% تو همین لحظه که پانتا بهم میگفت مالک جون قربونت برم، اینان از کف میدادم و دل به دل این شریف نیای مکار میسپردن. ولی خب حاجی جواد عزتی خدایی خیلی خوب مقاومت میکنه. بنابراین اپیزود پس از این فلش بک کلیدی با بیلبورد محصولات چوبی بالینکو آغاز میشه تا متوجه باشیم اولویت زخم کاری بیشتر تبلیغ کردن تا سریال سازی. و تا از بخش تجاری ماجرا خارج نشدیم، به نظرم شما هم همین الان ویدیو رو لایک یا کانال رو سابسکرایب کنید، چون ویدیو ساختن در مورد زخم کاری بسیار دشوارتر از چیزی که توی آینه میبینید. در سکانس بعد انقدر نکته هست که وقت نمیشه به همشون پرداخت. موضوع اینه که این مرد سال خورده و فرتوت دو سیزن صبر کرده تا وصیت‌نامه حاجمو خدا بیامرز رو برسونه به دست شریفینیا. چرا؟ چون نه ناصر نه منصوره نیومدن وصیت‌نامه رو تحویل بگیرن. آخه what do you mean مهدویان، what do you mean؟ اگر بخوایم بریم تو منطقه این خط داستانی، فقط به خودمون و روح و روانمون آسیب زدیم، پس این کارو نمیکنیم و به جاش به این نکته میاندیشیم که این میز فول گلد و دو تا خمره روش چه قرابت بی نظیری بازی پوش آبی آسمونی این مرد سال خورده و فرتوت داره. در ادامه این سکانس منطقی نیست، شریف نیا ظرف مدت تنها 10 ثانیه 3 صفحه وصیت‌نامه حاجمو فقیر رو مطالعه میکنه و به شدت نگران میشه، چون حاجمو مالکو براش به ارث نذاشته. طلوعی یه جوری با انسی دخترش ارتباط تنگ و تنگ پدر دختری برقرار کرده که انگار یه عمر برای بچه دار شدن تلاش کرده اما هرگز موفق نشده صاحب فرزندی شه. ولی نباید ناشکری کرد. اگر ناشکری کنیم، فرناز خانوم دختر اصلی طلوعی وارد سریال میشه تا تحمل زخم کاری انتقام بیش از 3 برابر سخت‌تر شه. مهدویان تو این 5-6 قسمت نهایت تلاشش رو کرد تا این فرناز رو پشت شمعدونی و درخت قایم کنه و نظر دیالوگی بر زبونش بیاد. و حتی در کمال شگفتی فرناز هم مثل تمام زنان زخمی کاری عاشق مالک نشد. اما دیگه چاره ای نیست، با ورود انسیه قرار چندین اپیزود فرناز ببینیم، پس بعد از همین الان پیش رو به تنمون بمالیم و امیدوار باشیم انسیه هر چه زودتر سر خواهر ناتنیش رو زیر آب کنه تا یه ایران خوشحال شن. کردم پیشونی تو شبیه هندیا میکنم دوشی ویدو چاق. در سکانس بعد شاهد تحکیم روابط عاشقانه و رویایی سیما کلاهگیس و مالک مالکی هستیم. تو فصل یک منصور از لندن میومد، مالک میبردش کیش که صریحا با هم چیز کنن. یا باز تو همون فصل مالک برای کیمیا این دفتر رو گرفت که راحت‌تر با هم چیز کنن. اما خب حتما قصد مالک و سیما ازدواجه که تو فصل سوم زوجین 6 قسمت دارن همدیگه رو بیشتر میشناسن. But I told you که نباید ناشکری کنین. اگه ناشکری کنین، طلویی برای شریفینیا کلاس آداب و اخلاق میذاره. طلویی به شریفینیا میگه برو تو کار مالک کارشو بساز. شریفینیا خوشش میاد، ولی منم مثل طلویی واقعا هیچ ایده‌ای ندارم که شریفینیا چطوری تو خارج آشپزخونه مواد مخدر داشته. ولی یعنی واقعا این پتروشیمی کوفتی که 3 فصل قرار ساخته شه فقط لنگ 8 میلیون دلاره، چی ان اینا گدا گودولز؟ میگه همش میشه 400-500 میلیارد. الان 2-3 واحد آپارتمان بگیری تو فرشته یا یه حجره تو بازار همینقدر در میاد. بعد اینا قولای صنعت نفت و پتروشیمی ایرانن. What is wrong with you مهدویان؟ اوه جواد عزتی اومد. نگاه کنی جواد عزتی چقدر به این مانیتورای طرح مانیتورای توی گاندوی 2 این چوب کار شده تو دکور و پشت این آیمک میاد، آدم لذت میبره. و سکانس بعد قطعا برترین سکانس 6 اپیزود اخیره، چون تو بابش هم میرلوئی هست هم مالک، دوتا از معدود بازماندگان فصل اول زخم کاری. ولی بینی بین الله، در میان شما دوستان خوبم کسی هست که بتونه بگه دیدن این سکانس به ما چه اضافه میکند؟ بابا همون اپیزود 1 ملاقات طلویی و مالک سر قبر خانوادگی ریزابادیز یک ارزش دراماتیک داشت. الان این جلسه اصلا برای چی برگزار شد؟ که مالک سیگار روشن کنه، طلویی بگه نکش. و چرا میرلوئی از دیدن مالک وحشت زده نمیشه؟ مگه نمیدونه که مالک حاجمو و نجفی و اخوان و حاج مظفر رو تقریبا با دستای خودش کشته؟ ولی به هر حال مزه های بدون مرز از هر چیزی تو زخم کاری مهمتر. سوهی وی آر میکیو میخوام حسابمو پر کنه نخالی سفید مثل برف تلخ ولی شوگر مامی. اینجا دقیقاً گردنه اصلی این اپیزوده، جایی که حاجی جواد عزتی خدایی خیلی خوب بازی میکنه
هم آدم هر چقدر زور میزنه نمیتونه سکانس رو باور کنه چون توش یه شریف نیا نشسته. دو تا مسئله هست تو این سکانس. اولیش تحفه گرانبهای مالک به شریف نیاست که آدمو با سوال آخه خدا وکیلی این چیه مواجه میکنه. خب یه ساعتی گردنبندی دستبندی چیزی این همه گزینه هست. شاید هم مالک میخواسته بگه هی من سایزتو میدونم، سلیقتم کمی پشمیای سفیده، آی دون نو، ولی مسئله اصلی طبیعتاً این دیالوگ مالکه. من عوض شدم پانی، دو بار طعم مرگو چشیدم، یه بار وقتی خودم گذاشتم تو قبر، یه بار وقتی میثم رفت تو گور. بی‌نوا هانیه، بیچاره هانیه، احتمالاً چون هانیه فقط 4-5 سالش بوده مالک خیلی بهش وابسته نشده. شاید هم نویسندگان کلا فراموش کردن که هانیه‌ای وجود داشته. اما به هر حال همونطور که شاهد هستید تمام این دیت رویایی و افترش توسط دوربین سیمی ضبط شده. ولی دیگه خدای اینجا که سیما فقط خودش اینجا چرا کلاه کیسشو بر نمیداره؟ زخم بر که داستان دندانگیری نداره. حداقل امیدوارم تا آخر این فصل بفهمیم این سیما چرا موهاشو تراشید. اوه شیت، اینجا رو بنگرید، شاید رازش همینه، شاید سیما تو خونهشون کلاه کیسشو بر میداره و سپس از تمامی عوامل سریال و فیلمو که پیانو رو جایگزین آکاردئون کردن همه چیز دیگه هماهنگ و هیچ چیزی کم و کسر نیست. مالک از همنشینی و چیز کردن با شریف نیا آسی شده، برای همین یه تکست میده به سیما و ازش میپرسه این چرا تموم نمیشه. سیما به هم میریزه ولی خودداری میکنه. شما رو نمیدونم اما من اگر جای سیما بودم بیشتر دلم برای مالک میسوخت تا اینکه بخوام حسودی کنم. آخه اونجا یه شریف نیاست. قبل از اینکه بررسی اپیزود رو ادامه بدیم میخوام ازتون خواهش کنم که به تبلیغات اطلس مال و ایرانسل هم توجه داشته باشید. فقط بالینک و مزمز که نیست، پروداکت پلیسینگ هم داریم. برگردیم توی زخم کاری. متاسفانه سریالی که میبینی نمیتونی یه لحظه آروم بشینی و فقط سریال رو ببینی، چون منطق هر لحظه زیر سواله. مثلا سیما از سر حسادت فیلمای مالک و شریفینیو رو میفرسته برای سمیرا، سمیرا هم از سر حسادت زنگ میزنه به کیمیا و اینا همشون مالک رو میخوان. حالا یکی بیاد این معادله رو حل کنه. اما بایندور به شریف نیا زنگ میزنه تا احتمال تصادف و مرگ این شخصیت در سریال کاهش پیدا کنه. ولی خب ما که میدونیم مهدویان ناخون خشک‌تر از این حرفاست که بره زیر خرج تصادفه یه بنز تو سریال یا حتی جلوه‌های ویژه‌اش. بنابراین در نهایت کمیل 5 میاد بالا سر شریف نیا و جدا باید قلم نویسندگان یا کیبورد کامپیوترشون رو بوسید، چون پانی بایندور ته شخصیت تو این سریال. 6 قسمت دیدیمش ولی هیچی ازش نمیدونیم. میشه شخصیت اینقدر میستریس؟ سمیرا به طلوعی زنگ میزنه و این باعث میشه من دیگه تحملم تاپ شه. چرا این اپیزود کوفتی تمام نمیشه؟ چرا هرچی میریم جلو فقط به تعداد زنانی که مالکو میخوان افسوده میشه؟ خب آدم خسته میشه دیگه. من میخوام بالا بیارم وقتی شریف نیا رو میبینم، بعد سریال میخواد سعی کنه دل منو برای این شخصیت داستانش بسوزونه. خب این چیه؟ شریف نیا تو کلانتری به چه درد من میخورد؟ چیکارش کنم؟ یا اینجا سیما میاد به مالک میگه طلوعی بهم گفت سمیرا دیشب بهش زنگ زده گفته میخوام زمینا و با چریک شم. شریف نیا هم که در کمینه هیچی. ولی آخه این سیما مگه بستیه طلوعیه که طلوعی گزارش لحظه به لحظه بهش میده؟ بعد حالا سمیرا زمیناشو با طلوعی شریک شه چی میشه؟ 4 سال زمینا دست سمیرا بود چی شد تش؟ اصلا همش مال طلوعی فرقی میکنه؟ و در پایان تویست شگفت انگیز اپیزود ششم زخم کاری اینه که تو وصیت نامه حاجمون قید شده که سونس انبان مال سمیرا. تو این 3-4 سالم که انبان حاجمون معلق در هوا به سر میبردن، چون اصلا چیزی نبود که یه خونه 70 متری و یه ماشین مثلا، چون حاجمون که مولتی میلیاردر نبود اصلا. ام دار یو هاف ایت. بین اپیزود 2 میدم و از این بعد هر چی تو زخم کاری بشه فرقی نداره، همه رو 2 میدم. بعضی وقتا دیدن زخم کاری فرح بخشه، چون نشستی سریالو میبینی میخندی که اینا رو نگاه کن تو راه خدا. ولی وقتی شریف نیاش زیاد میشه دیگه فقط خونه که خونو میخوره و آدم میخواد گوشه فرشو گاز بگیره. نظر شما چیه؟ لطفا ایده ها و افکارتون رو در مورد زخم کاری با همون به اشتراک بذارید. سفره دیس پهنه.